به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما بینندگان گرامی برنامه هفته‌نامه. در این برنامه از موضوعات داخلی حمله مرگبار طالبان به سمنگان و تأکید سخنگوی این گروه بر ادامه جنگ را بررسی خواهیم کرد. دست داشتن نیروهای استخباراتی آمریکا در قاچاق مواد مخدر افغانستان نیز از موضوعات داخلی خارجی مورد تحلیل این هفته‌نامه است. در کنار آن، آتش سوزی مهیب در ناو جنگی آمریکایی و دستاوردهای میدانی جدید انصار الله یمن را مرور خواهیم کرد. در آغاز افغانستان در هفته ای که گذشت. روز دوشنبه 23 سرطان روز خونینی برای سمنگان بود. در حمله مرگبار طالبان بر ریاست امنیت ملی ولایت سمنگان در این روز 11 تن جان باخته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. آقای غنی در واکنش به فاجعه سمنگان گفت این حمله تروریستی بیانگر آن است که طالبان هنوز هم به خشونت و تداوم جنگ پافشاری دارند. اما در میان واکنش ها آنچه بیش از همه قابل تأمل می نماید واکنش زلمه خلیلزاد به این فاجعه است. آقای غنی همچنین گفته است که توسل به ادامه خشونت و کشتن مردم برای بعد از آوردن امتیاز در مذاکرات بدترین روی کردی است که گروه طالبان آن را اختیار کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز این حمله را غیر قابل قبول خوانده و افزوده است که با این حمله موضع تخریب کنندگان روند صلح تقویت خواهد شد. او همچنین با اشاره به پایان یافتن مرحله نخست توافقنامه صلح دوحه در توییترش نوشته است ما بر روز 135 رسیدیم، نقطه عطف کلیدی در تطبیق توافقنامه آمریکا و طالبان. ایالات متحده بسیار سخت تلاش کرده تا مرحله اول تعهدات خود را در این توافقنامه انجام دهد، از جمله کاهش نیروها و ترک 5 پایگاه. تعداد نیروهای ناتو با تعداد متناسب کاهش یافته است. نماینده ویژه آمریکا در ادامه افزوده است با نزدیک شدن به مرحله دوم تطبیق توافقنامه رویکرد ما مبتنی بر شرایط خواهد بود. ما بر تکمیل شدن آزادی زندانیان، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای میان افغانی فشار خواهیم آورد. اما همچنان که این حمله مرگبار طالبان اولین حمله این گروه بر مراکز دولتی نیست، آخرین آن نیز نخواهد بود. با این حال آنچه بیش از همه قابل تأمل می نماید واکنش زلمه خلیلزاد و سکوت دیگر سران آمریکایی و غربی در برابر آن است. این حمله در عریان ترین شکل ممکن نشان داد که طالبان اهلیتی برای صلح و سنخیتی برای سازگاری با شرایط عادی بدون خشونت ندارد، اما نه برخورد مقام‌های داخلی و نه واکنش مقام‌های خارجی و گونه‌ای نبود که طالبان را زیر فشار سنگین همراه با پرداخت غرامت خودداری از ادامه جنایت وادارد. زلمه خلیلزاد که همواره توجیهگر اعمال و افعال طالبان بوده است، این بار نیز ضمن بسنده کردن به محکومیت متظاهرانه حمله سمنگان که البته بدون بازخورد عملی و فاقد برایند بازدارندگی از تکرار این گونه فجایع توسط طالبان است، از آغاز مرحله دوم اجرای توافقنامه صلح قطر خبر داده است. او با زیرکی و تردستی از پاسخ به این پرسش افکار عمومی که دستاورد مرحله نخست اجرای این توافقنامه چه بوده است شانه خالی کرده و با امیدواری وارد مرحله دوم عملیاتی سازی آن شده است. اما با توجه به افزایش بی سابقه خشونت‌های طالبانی در دور نخست اجرای توافقنامه صلح دوحه، پرسش مهمتر دیگری به میان می‌آید و آن اینکه آیا آغاز مرحله دوم اجرای این توافقنامه متضمن آغاز دور دوم خشونت‌ها و دو برابر شدن آن نیست؟ بدون شک افکار عمومی از این واقعیت غافل نیستند که در 135 روز گذشته، یعنی در مرحله اول اجرای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، نه تنها کاهش خشونت به عنوان مهمترین مؤلفه تحقق صلح از جانب طالبان رعایت نشده، بلکه در مقیاسی بی سابقه افزایش نیز یافته است. بنابراین هم آغاز مرحله دوم اجرای توافقنامه صلح قطر با نگرانی مضاعف مردم همراه است و هم تکرار هزار باره این ترجیبند که جنگ راه حل نیست، راه حلی معقول و منطبق با واقعیت‌های عینی افغانستان نبوده و راه به جایی نمی‌برد.
وقتی سخنگوی این گروه تصریح می‌کند که طالبان به چیزی جز جنگ باورمند نیست و در عمل چیزی جز کشتار و خونریزی بی امان از طالبان صادر نمی‌شود، تأکید یک جانبه بر صلح نشانه ناتوانی و ناکارآمدی در برابر حملات پیوسته و پایان ناپذیر طالبان است. صلح‌جویی تا زمانی خوب است که حق دفاع مشروع را از دولت و نیروهای دولتی باز نستاند. یعنی دولت همزمان با تعهد به چارچوب‌های منطقی صلح، حق دفاع مشروع را که مستلزم استفاده از قوه قهریه در برابر زورگویان است، برای خود محفوظ بدارد. با وجود این، حمله سمنگان نشان داد که طالبان اراده و باوری به صلح ندارد و در پی غلبه از راه زور بر دولت است. در چنین شرایطی حکومت راهی جز مقابله با مصر با طالبان ندارد تا از این راه گذر صلح را به عنوان اولویت نخست طالبان نیز تبدیل کند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته تصریح کرد که خواست توقف خشونت پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی غیر منطقی است. او گفت جنگ به خاطر دوام دارد که ما انتخاب دیگر را دریافت ننموده ایم. سخنگوی طالبان این سخنان را در رشته پیام توییتری روز دوشنبه به سوده سرطان بیان کرد. این پاسخ طالبان به خواست حکومت است، خواستی که در یک پیام توییتری صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این گونه بازتاب یافت: افزایش خشونت‌های اخیر گروه طالبان در شهرها، حمله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای طالبان که قربانی آن مردمند و هدفگیری کارمندان دولت، امید و انتظار مردم ما و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار در کشور خدشه‌دار می‌سازد. واقعیت این است که نه حکومت، نه مردم و نه جامعه جهانی برای درک و دریافت پیام طالبان در زمینه صلح و گفتگوهای مستقیم با دولت نیازی به پاسخ توییتری ذبیح الله مجاهد ندارند. طالبان به اندازه کافی بر طبل جنگ کوبیدند و آشکارتر از خشونت‌های پردامنه و مرگبار اخیر و همچنان جاری این گروه در سراسر کشور، پاسخی برای تبیین و تعیین نگاه و نگرش این گروه نسبت به صلح نمی‌توان یافت. آنچه در این میان بیش از هر مورد و موضوع دیگری اهمیت مبنایی و محوری دارد، خاستگاه جنگ افغانستان است. جنگ جاری 40 ساله در کشور ما، جنگی فرسایشی با ابعادی پیچیده و پردامنه پروژه‌ای خارجی است که طالبان تنها صورت عریان آن است. به بیان دیگر، طالبان تنها گروهی است که جنگجویانش در حال انجام مأموریتی استیجاری برای تحقق اهدافی هستند که نه از باورهای خودشان برخواسته و نه برایشان مهم است که این وضعیت برای چه مدتی به طول می‌انجامد. آنها هیچ تعلق خاطری به این آب و خاک ندارند تا برایشان مهم باشد که نباید ویرانش کنند یا مردمانش را به خاک و خون بکشند و سربازان رشیدش را در نطع خونین قساوت و خشونت تروریستی و وحشیانه خود تکه تکه کنند. بنابراین ساده انگاری خواهد بود اگر تصور کنیم که میتوان با این گروه وارد تعامل دیپلماتیک از مجرای مذاکرات مستقیم و فشرده رو در رو شد، زیرا طالبان یک نیروی استیجاری بی هدف برای هموارسازی راه‌های اجرای راهبردهای مداخله جویانه بر گمارندگان بیگانه و خارجی خود در افغانستان است و تنها راهکار مهار این گروه تفنگ به مزد آن است که دولت همان امتیازاتی را به این گروه اعطا کند که اربابان بیگانه و بیرونی برای خونریزی و خشونت در افغانستان در اختیارش گذاشته است. طالبان به نیکی می‌داند که جنگ راه رسیدن به قدرت نیست، زیرا جنگی که 40 سال طول کشیده و هیچ یک از طرف‌های خود را به نتیجه مطلوب نرسانده است، این زمینه و ظرفیت را دارد که 40 سال دیگر نیز ادامه یابد و همچنان به پیروزی نرسد. اما وقتی ذبیح الله مجاهد میگوید جنگ به خاطر دوام دارد که ما انتخاب دیگر را دریافت ننمودیم، از واقعیت پشت پرده‌ای پرده برمی‌دارد که در اختیار سران و رهبران طالبان نیست و آن همان چیزی است که پیشتر بیان شد: طالبان برای کسان دیگر می‌جنگد. از سوی دیگر، صلح با همه زیبایی و دلانگیزیش اصطلاحی میان توهی در گفتمان مسلط جهانی است. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، آکنده از جنگ و آشوب و ناامنی و ناآرامی و تقابل نیابتی قدرت های بزرگ و برتر در زمین ها و سرزمین های دیگر است.
اما جالب آن است که همانهایی که خود را به عنوان پیشگامان صلح و سازش مدارا محور انسانی قالب میزنند که خود بزرگترین آغازگران و حامیان جنگهایی هستند که دمار از روزگار بشریت درآورده است. بنابراین رسیدن به صلح نیازمند شرط‌گیری به سرهای پذیرش آن در سطح جهانی است. اگر قدرت‌های هژمون و معادله‌ساز جهانی سود راهبردی خود را در برقراری صلح در جهان و افغانستان ندانند، تلاش‌ها و تقلاهای محدود محلی راه به جایی نخواهد برد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که گزارش‌ها درباره قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط هواپیماهای آمریکا و ناتو باید بررسی شود. در 20 سال گذشته پرونده مواد مخدر افغانستان همواره یکی از مبهمترین پرونده‌هایی بوده که کسی تا کنون جرأت نکرده است وارد اعماق آن شود و از مافیای مخفی در پس این پرونده قطور و تاریک پرده برداری کند. اگرچه این رویارویی و پرده برداری هرگز به نابودی مواد مخدر در افغانستان کمک نخواهد کرد، اما واقعیت این است که این گونه افشاگری ها نیز تنها از قدرتی مانند روسیه برمی آید. آقای لاوروف افزوده از گزارش هایی به دست ما می رسد که مواد مخدر از افغانستان با استفاده از هواپیماهای نظامی ائتلاف ناتو و آمریکا و کشورهای دیگر از جمله اروپا قاچاق می شود. او همچنین افزوده است که اگر برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان از هواپیماهای نظامی استفاده می شود، این هواپیماها فقط می تواند متعلق به اعضای ناتو باشد و چنین پروازهایی تنها توسط ارتش و یا نیروهای ویژه انجام می شود. آقای لاوروف خواستار بررسی این گزارش ها و تحقیق از آمریکا در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان شده است. این در حالی است که روسیه پیشتر و به دنبال اتهام روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر پول دادن روسیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان، اتهام سنگین دست داشتن اعضای نهادهای استخباراتی آمریکا در قاچاق مواد مخدر از افغانستان را مطرح کرده بود. با آنکه مبارزه با مواد مخدر یکی از مأموریت‌ها و سیاست‌های اعلامی نیروهای خارجی در افغانستان بوده است، اما آنچه تاکنون برای مبارزه با این پدیده یک کشور برانداز صورت گرفته است، چیزی فراتر از برخی اقدامات سوری فاقد نگاه راهبردی به آن نبوده است. و گونه‌ای که به استثنای تخریب برخی کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی مواد مخدر در ولایاتی مانند هلمند و فراه گامی حتی کوچک برای شناسایی مافیای مواد مخدر و بازداشت و مجازات مافیای عظیم بین‌المللی و عوامل اصلی تجارت و ترانزیت آن برداشتن نشده است. پول در چرخش تجارت مواد مخدر افغانستان بر اساس برآوردهای انجام شده بالغ بر 3 میلیارد دلار است و حجم مواد مخدر فراوری شده در افغانستان به اندازه‌ای است که متقاضیان این مواد را از روسیه گرفته تا هر دو اروپای شرقی و غربی، آمریکا، کانادا و استرالیا تأمین و تغذیه می کند و قاچاق آن به کشورهای همسایه و منطقه نیز به راحتی آب خوردن انجام می شود. بنابراین طبیعی است که این حجم از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشوری مثل افغانستان نمی تواند بدون تشکیلات پیچیده شبکه‌ای و استخباراتی برخوردار از حمایت‌های عظیم سیاسی و اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ بین‌المللی صورت پذیرد و آن را از روسیه ناامن و دوردست افغانستان تا قلب متمدن‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای بزرگ جهان برساند. با همه اینها به نظر می‌رسد اکنون جنگ جاری اطلاعاتی روسیه و آمریکا در افغانستان منجر به بازگشایی ابعاد پیچیده این پرونده پر ابهام شود و عوامل اصلی مافیای مواد مخدر را به جهانیان بشناساند. کاری که در شرایط حاضر تنها از عهده قدرتی همانند روسیه برمی آید. اگرچه این رویارویی استخباراتی به دلیل عمیق بودن ریشه های مافیای تولید و تجارت مواد مخدر هرگز به نابودی مزارع و منابع مولد این مواد منتهی نخواهد شد. هفته گذشته یک فروندناو بزرگ نیروی دریایی آمریکا در بندر سندیگو به دلایل نامعلومی دچار انفجار و آتش سوزی شد و علاوه بر زخمی شدن 59 نفر تلاش ها برای خاموش کردن آتش بی نتیجه ماند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نیز در همین مورد خطاب به دولت آمریکا گفته است روزها و حوادث سختی پیش روی شما و رژیم صهیونیستی است. با گذشت نزدیک به 4 روز از انفجار و آتش سوزی مهیب در کشتی جنگی آمریکایی، این ناو همچنان در آتش می سوزد و علت آن هنوز مشخص نشده. به گفته مقامات نیروهای دریایی آمریکایی، جهنمی از آتش در زیر کشتی در حال شعله کشیدن است. ناوهای غول‌پیکر آمریکا که زمانی مظهر اقتدار این کشور بود، حالا تبدیل به مظهر تحقیرش شده. تحقیر آمریکا از عین‌الاسد عراق تا سندیگو همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. کشتی جنگی USS بونهام ریچارد با شعار هنوز جنگیدن را شروع نکردم، هنوز شروع به جنگ نکرده آتش گرفته و به رغم تلاش‌های گسترده، حدود 400 ملوان به همراه هلیکوپترهای نیروی دریایی و آتش‌نشانان محلی و فدرال در پایگاه نیروی دریایی سندیگو همچنان می‌سوزد و شعله‌های آتش و دود آن در حال زبانه کشیدن است. مقامات آمریکایی هنوز درباره علت آتش سوزی در این کشتی جنگی توضیحات روشنی ندادند، اما به گفته برخی منابع ابتدا در ناو انفجاری رخ داده و سپس آتش سوزی شروع شده است. برخی نیز معتقدند خرابکاری در این کشتی رخ داده است. به گفته برخی منابع همزمان با آتش سوزی گسترده در ناو صدای انفجارهای شدیدی از آن شنیده می شد. به گفته مقامات نیروی دریایی آمریکا، آتش در زیر کشتی جهنمی ایجاد کرده که درجه حرارت آن به 1000 درجه فارنهایت حدود 538 درجه سانتیگراد میرسد. تعداد مجروحان این حادثه 59 نفر شامل 36 ملوان و 23 غیر نظامی اعلام شده است. ناو چند میلیارد دلاری USS بونهام ریچارد از نوع کشتی‌های تهاجمی است و با آن میتوان تجهیزات و نیرو جابجا کرد. این ناو همچنین قابلیت برخاستن و فرود بالگرد، استقرار قایق‌های کوچکتر و وسایل نقلیه آبی خاکی را دارد و طول آن 257 متر است. این ناو که 1687 سرباز دارد، قادر است 40500 نیرو را حمل کند. سرعت آن نیز 44 کیلومتر در ساعت است. این ناو یکی از 8 کشتی تهاجمی 2 طبقه در آمریکا است. در همین حال، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در واکنش به آتش سوزی ناو آمریکایی USS بونهام ریچارد گفته است، آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاده، به ویژه حادثه ناو، نتیجه عمل و رفتار و جنایت دولت آمریکا است و این وعده الهی است که هر کسی ظلم و جنایتی کند، دچار عذاب الهی می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خطاب به دولت آمریکا یادآور شد هنوز روزهای خوشی‌های شماست، روزهای بسیار سخت و حوادث سختی پیش روی شما و رژیم صهیونیستی است. به نظر می‌رسد آنچه فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز مشهور آمریکایی، اخیراً گفت صحت دارد و آمریکا دیگر آن آمریکای سابق نیست، حتی اگر ترامپ در انتخابات شکست خورده و قدرت به دست دموکرات‌ها بیفتد. هفته گذشته انقلابیون یمن در جدیدترین عملیات پهپادی و موشکی به عمق خاک عربستان، آشیانه جنگنده ها، خوابگاه خلبانان و سامانه های پاتریوت در خمیس مشیت را در هم کوبیدند. در همین حال روزنامه رأی الیوم طی گزارشی ضمن مرور هشدارهای انصار الله یمن به عربستان، امارات و اسرائیل نوشته است که انصار الله با حرکت در مسیر حزب الله لبنان اغلب تهدیدات خود را عملی می کند. ائتلاف سعودی در جدیدترین اقدام خود علیه مردم یمن به ولایت حجه حمله کرد و 11 زن و کودک یمنی را به شهادت رساند. این مسئله باعث خشم انقلابیون یمن شد و آنها بسیار زود انتقام این جنایت را از آل سعود گرفتند و عملیات گسترده‌ای را در عمق خاک عربستان انجام دادند. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه جزئیات عملیات نظامی گسترده نیروهای مسلح این کشور به عمق عربستان را تشریح کرد. او درباره این عملیات گفت:
پهپادهای ما به تعدادی از تأسیسات نظامی عربستان در جیزان، نجران و اسیر حمله کردند. این عملیات در چارچوب پاسخ به جنایات دشمنان در استان حجه و محاصره مستمر یمن صورت گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود در این عملیات آشیانه جنگنده ها، خوابگاه خلبانان و سامانه های پاتریوت در خمیس مشیت مورد هدف قرار گرفتند. سریع اضافه کرد موشک های بالستیک ما نیز شماری از پایگاه های نظامی را در جیزان، نجران، اسیر و خمیس مشیت در آبها در هم کوبیدند. این عملیات با تعدادی از موشک‌های نقطه‌زن که هنوز از آنها رونمایی نشده است و نیز با تعدادی زیادی از پهپادها انجام شد. او افزود تأسیسات عظیم نفتی در منطقه صنعتی جیزان هم هدف حمله دقیق قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه اعلام کرد فرقه تداوین در معارب نیز هنگام نشست شماری از فرماندهان نظامی سعودی هدف حمله قرار گرفت و این عملیات به کشته یا زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید. در همین حال عبدالله یحیی الحاکم رئیس هیئت اطلاعات جنبش انصارالله یمن اخیراً اعلام کرد بانک اهدافی در عربستان، امارات و اسرائیل در اختیار دارند و احتمال هدف قرار دادن این اهداف وجود دارد. روزنامه رأی الیوم نیز در واکنش به سخنان این مقام یمنی نوشته است که انصارالله در مسیر حزب الله لبنان حرکت و اغلب تهدیدات خود را عملی می‌کند و پیشتر به هدف قرار دادن ریاض، جده، خمیس مشیت و بقیق مرکز صنایع نفتی عربستان تهدید کرده بود که آن را عملی کرد و این پایگاه‌ها را هدف حملات موشکی و پهپادی دقیق قرار داد و حیرت دشمنان و کارشناسان خارجی را برانگیخت. این روزنامه همچنین نوشته که جنبش انصارالله پس از گذشت نزدیک به 6 سال از تجاوز ائتلاف عربی و بمباران نقاط مختلف یمن دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و دیگر اهدافی باقی نمانده است که سعودی ها در صنعا و سعده بمباران کنند. لذا باید گفت که هر گونه حمله موشکی انصارالله به امارات یا فلسطین اشغالی با استفاده از پهپاد یا موشک‌های بالستیک طی هفته‌های آینده بعید نیست و چه بسا جدیدترین، خطرناکترین و غافلگیرکننده‌ترین موارد در جنگ یمن در طول 6 سال باشد. بینندگان ارجمند به پایان این برنامه هفته‌نامه رسیدیم. از همراهی شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.